حضرت عیسی علیه السلام در بیت لحم در جنوب بیت المقدس یعنی اورشلیم از مادر پاک به نام مریم زاده شد. در باره تاریخ دقیق تولد ایشان اختلاف نظر وجود دارد، ولی مسیحیان جهان 25 دسامبر را به عنوان زاد روز عیسی مسیح جشن می گیرند. حضرت عیسی علیه السلام 4 پیامبر اولوالعزم است. آن حضرت برای ارشاد و هدایت و نصیحت مردم زحمتها و رنجهای بسیاری کشید. کرامات و معجزات بسیاری داشت و به اذن الهی بیماران را شفا می داد. او یاور مستضعفان و محرومان بود و به زنان و کودکان بسیار احسان می کرد. در قرآن کریم آن حضرت 25 مرتبه با لقب عیسی، 11 بار با نام مسیح و 2 مرتبه با وصف ابن مریم یعنی پسر مریم اشاره شده است. واژه عیسی در زبان عبری به معنای نجات دهنده و مسیح به معنای متبرک شده است که به زبان یونانی به کریستوس ترجمه شده و به همین دلیل به پیروان مسیح کریستیان می گویند. نظر قرآن کریم درباره مکان تولد حضرت عیسی علیه السلام با آنچه انجیل خبر می‌دهد متفاوت است. داستان انجیل این گونه است که حضرت مریم به همراه شوهر یا نامزدش یوسف نجار به جنوب فلسطین یعنی بیت لحم می‌روند و شب را در آغل به صبح می‌رسانند و در همان شب عیسی مسیح علیه السلام به دنیا می‌آید. ولی قرآن کریم محل تولد را مکان شرقی می دانند و اشاره نمی کنند که در آن لحظه کسی دیگری با مریم بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم اذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقی. می بینیم که نگاه قرآن به محل و وقایع میلاد آن حضرت با کمال احترام و حفظ حرمت پیامبر الهی است، در حالی که در انجیل تحریف شده این وقایع به صورت نقل شده که از ساحت مقدس انبیای الهی و دور است. برخی تاریخ کریسمس یا میلاد حضرت مسیح علیه السلام و سال نو میلادی را در یک روز می دانند که این اشتباه است. مبدع تاریخ نزد مسیحیان تولد حضرت عیسی علیه السلام است که اتفاقا در روز 25 دسامبر یعنی یک هفته مانده به تحویل سال نو میلادی واقع شده است. جشن کریسمس رویداد بزرگ در دنیا است و کشورهای بسیاری در اروپا، آمریکا، استرالیا و بخش‌هایی از آسیا و آفریقا این روز را جشن می‌گیرند. غربی ها لحظه انتقال سال را ساعت 0 بامداد یعنی 12 شب می دانند و در مهمانی های شبانه این لحظه را در کنار هم و با اجرای آیین های مختلف جشن می گیرند. شب سال نو میلادی یعنی شام 31 دسامبر دومین روز عید کریسمس در مسیحیت غربی شناخته می شود. ولی با توجه به این که تقویم رسمی بسیار از کشورهای جهان تقویم میلادی است، این شب در بیشتر کشورهای جهان اعم از مسیحی و غیر مسیحی جشن است.